سیاهکاران در میخانه ها بستند حافظ جان، سیاهکاران در میخانه ها بستند حافظ جان، خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان. به مستان می انگور حدها میزنند آنها که از کین و ریا و کبر سرمستند حافظ جان. خدا خدا گویند و میگیرند جان مردم ایران، خدا داند که بس نامردم و پستند حافظ جان. خدا کی نان و جان با شرط ایمان میدهد کس را، خدا کی نان و جان با شرط ایمان میدهد کس را، چرا اللهیان این را ندانستند حافظ جان. خدا ما را از این الله اهریمن جدا سازد، رها سازد. خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد، یقین الله و اهریمن همدستند حافظ جان. یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان. همان اهریمن است الله و در این شک ندارم من، همان اهریمن است الله و در این شک ندارم من، گواهم ایزد و ایرانیان هستند حافظ جان. ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین مردم چه بدبخت و تهی دستند حافظ جان. درودی ده، درودی ده به خیام آن ابرمرد، به خیام آن ابرمرد از من مسکین، درودی ده به خیام آن ابرمرد از من مسکین، بگو پستان در میخانه ها بستند حافظ جان. بگو پستان در میخانه ها بستند حافظ جان. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک که هم میهنان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادند، برنامه در پهنه بیکران زبان فارسی و در چارچوب آن برنامه گذری بر شعر و چامه و سخنهای نغز از تلویزیون پارس آغاز میکنه. همکار و همراه این برنامه من همونطور که در دوربین تلویزیون میبینید دوست بسیار بسیار ارجمندم، شاعر توانا و خوشقریه نوشا زوکایی هستند که با من در این برنامه همراهی و همگامی دارم. درود بر تو. درود بر تو، خوشحالم از دیدارتون. سپاسگزارم. درود بر بینندگان برنامه خوب و آموزنده پهنه فارسی و خوشحالم که پس از چند ماهی توفیق دیدار چند ماه نشد. شما هر وقت که سخن میگین و من غالبا در خونه برنامه شما رو چه در رادیو چه در تلویزیون نگاه میکنم و میآموزم. امروز میخواستم همین رو بگم. اولا من شعر رو با نام حافظ مهدی جان شروع کردم، نوشا جان، اما در حقیقت این شعر مال مهدی اخوان ثالث بود. بله. بسیار شیوا گفته بود و اون داغ دلش رو در اینجا تازه کرده بود و به همین دلیل شما هم چامه شیوا و زیبایی داری از حافظ. حتما میخونم. یعنی خطاب به حافظ. بله. و در حقیقت میشه استقبال از مهدی اخوان ثالث کردید. اول خواهش میکنم با سرآغاز اون شعر کارمونو
آغاز بسیار خوب. ولی نکته‌ای رو من می‌خواستم درباره حافظ عرض کنم، اینکه گمانم در ایران به مناسبت سال حافظ که از یونسکو الهام گرفته شده برنامه‌هایی بوده و اینه که این برنامه رو همونطور که جناب علی هم در کم و بیش در جریان هستین اختصاص دادیم به کارهای حافظ. به ویژه باید تا یادم نرفته عرض کنم حافظ و کیش مهر که واقعا پژوهش ارزشمنده شما که چاپ کردین یک سال خورده پیش، دو سه بار من یادآور شدم که دوستانی از ایران چه شاعر چه اونهایی که اهل شعر هستن یا اهل تحقیق هستن در تماس با من گفتن آقا درباره این کتاب ما میخوایم بیشتر بشنویم. پس من رو این تا حالا دو سه بار گفتم و فراموش کردین، این یک گوشه کار. بله، حالا برمیگردیم به حافظ. بی تردید حافظ یکتاترین شاعر زبان پارسی است. کارهای حافظ از عارفانه، عاشقانه، طنز، پند، اندرز در انواع شعرها بالاتر از حافظ نظر تمام دانشمندان و ادب دوستان و فرهنگیان جهان. این حرف من نیست، من برای نمونه از این کارها دو تا جمله یا سخن از گوته عرض میکنم. به استحضارتون برسونم، گوته در من که در آلمان بودم رفتم برای یک جستجو، دیدم که بیش از 100 و چند شاعر به نام گوته است. گوته مورد نظر ما ولفانگ و گوته است و شعرها دیوان شعر داره که از دیوانهای شعرش دیوان شرقی است. همون عزیزی رو که حافظ در زبان فارسی داره گوته در آلمان داره. حالا ببینید گوته درباره حافظ چی گفته. میگه سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چنان گنبد آسمان است که به خود وابسته است. میان نیمه غزل تو با مقطع و مطلع فرقی نمیتوان گذاشت، همه آنها در حد کمال است. دلم میخواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم. و بسیار سخنهای دیگه، حتی در جایی خواندم که گفته بود من ای کاش راه نشینه میخانه ای باشم که تو حافظ بزرگ سالار اون میخانه هست. البته از این گفته آلمانی ها زیاد خوشحال نیستن، خیلی بهشون سخت میاد که یک شاعری مثل گوته درباره یک شاعر ایرانی اینقدر سخن مهرامیز گفته باشه. تازه نکته ای رو که من باید عرض کنم، برای خیلی هم طول ندم، شعر حافظ معنا منتقل میشه به زبانهای دیگه، خیلی از زیباییاش قابل انتقال نیست. بله، این خیلی مهمه. کشیده های حرف نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار. این الفا، این آهنگ، اینا دیگه قابل انتقال به زبان. چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، باز اومده تو کار مدرسه. دقیقا، بنابراین کار حافظ به نظر تمام شاعران و ادبای در جهان بی همتاست، بی همتاست. من سخن رو کوتاه کنم و غزل رو بخونم که وقت رو زیاد تلف نکرده باشیم. تا شما اون رو آماده کنید، بسیار، یک جمله رو یکی دیگه از مردان زبانشناس جهان گفته و اون میگه سخن حافظ، عجب زیبا گفته، سخن حافظ از گفتار آسمانی فروتر و از گفتار انسانی فراتر است. آفرین. یعنی واقعا مقایسه کرده تش با کتاب‌های آسمانی، میگه خب با اونها نمیخوایم مقایسه کنیم، اگر نمیشه مقایسه کرد نمیخواد. بله، خودش درگیر کنه، حرمت اونها رو حفظ کرده، ولی میگه از گفتار انسانی فراتره، واقعا فراتره. ببینید یک جمله‌ای که شما میگید یا یه جایی میخونید، این جمله دو پایه داره، یکی معناست
یکی ساختار جمله، معنا یک چیزیه، ساختار یک چیزیه. حالا شما اگر تسلطی، چیرگی در زبان داشته باشید، میفهمید شعر حافظ در معنا واقعا اوجه، در ساختار هم مانند یک گوهرنگاری که میاد این واژه ها رو مانند دانه های گوهر کنار هم چنان زیبا قرار میده که از دیدگاه ساختار هم بسیار بسیار دلپسند و شیوا. بدبختانه در ترجمه این ساختار از دست میره، فقط معنا میمونه. و به این دلیل من فکر میکنم هیچ ملتی مثل خود ایرانی ها درک نمی کنن، از بون جان لذت نمی برن که حافظ چی میگه، چگونه میگه. حالا من با پروانه نوشای گرامی که به شعر زیباشونو بخونن فرصت داریم، کوچکتر اشاره کوچکی به این مسائل مربوط به شعر حافظ خواهم کرد. اصلا لطف کنین از روزگار حافظ، بله بله، زمانش با چه پادشاهانی بوده. من فکر کنم من فرصت خواهم داشت برای شعر بله. خوندن مهمتر از این شعر خواندن منه. شعرتون رو بخونید بعدم من نمیخوام که اون لطافت و اون ظرافت حافظ رو با تاریخ در هم بیامیزم، که حالا بگم در زمان شاه شجاع اینطور بوده و بد نیست امیر بابا. البته اشاره میشه به دلیل که بله. واجبه با اینی که بشناسیم. من این غزل رو میخونم که به حافظ، اولا چرا شاعران شعر شاعر دیگری رو تضمین میکنن یا استقبال میکنن؟ علت این کار اینه که یک شاعر به یک شاعر دیگه مهر می‌ورزه، دوستش داره، به احترامش تضمین می‌کنه یا استقبال می‌کنه. در میان شاعران ما بیشترین تضمین‌ها از شعر جناب حافظ و شیخ اجل شده. حالا من غزلی رو که خودم می‌خونم در بخش‌های دیگه تضمین‌هایی رو با اجازه و پروانه دوست گرانقدرم خواهم خوان. برخیز و بنگر این همه بیداد حافظا. شعر به نام رند شیرازه. برخیز و بنگر این همه بیداد حافظا. ببخشید من اینو خاموش کنم. برخیز و بنگر این همه بیداد حافظا، که از شیخ و شحنه این به فریاد حافظا. در بند مانده مردم محبوب شهر من، در بند مانده مردم محبوب شهر من. فالی بزن که کی شود آزاد حافظا. با سرو قامتان تو ببین تا چه می کنند، خون می چکد ز دشنه جلاد حافظا. میخانه ها خراب شد از جور مفتیان، بازار وعظ و تعزیه آباد حافظا. این اهل دلق را تو چه نیکو شناختی، رندی چو تو زمانه کجا زاد حافظا. دردا از این زمانه خونین، که چشم کس هرگز چنین که هست مبیناد حافظا. دردا از این زمانه خونی، که چشم کس هرگز چنین که هست مبیناد حافظا. ما را شراب شعر تو سرمست می کند، نامت بلند و دست مریزاد حافظا. جز غم که نیست یک نفس از سینه‌ام جدا، بر من چه داد طبع خدا داد حافظا. اون خاک مشک بیز کنم توتیای چشم، اون خاک مشک بیز کنم توتیای چشم. راهم اگر به کوی تو افتاد حافظا. نوشا پناه برده به گلزار شعر تو، در این کویر تفته بیداد حافظا.
درود بر شما که گوش کردید. بله نوشا جان، گفتی راجع به کتاب حافظ و کیش مهر، من نکاتی رو بگم. باید خدمتتون بگم که اینقدر این کتاب فشرده نوشته شده درباره دو مسئله. یکی مسئله کیش مهر که تا کنون ایرانی ها هنوز توجهی به ارزش و اهمیت و توان معرفت و عرفان کیش میترائیسم نبردن، در حالی که نخستین کیش ایرانی است. ایرانی ها چندین کیش به جهان عرضه کردن که از همه جهانگیرترش کیش مهر بوده. به همین دلیل در این کتاب حافظ و کیش مهر من تا اونجایی که توانستم به زبان ساده ولی بسیار فشرده، نخست راجع به کیش مهر که چی میگه، چجوری انجام میشده، مراسمشون چی بوده، چگونه مردم رو، یعنی مغزها رو به خودشون میکشتن که برگشت نداشتن. حافظ این رند خراباتی عظیم که به هیچ کس دنبال نمیکرد و دنبال هیچ کس نمیرفت، وقتی در تور کیش میترائیسم افتاد دیگه بیرون نرفت و مون تا روزی که مرگ دامنش رو گرفت میترائیسم باقی ماند. و احترامی که حافظ برای پیر مغان داشت هیچگاه کم نشد. بنابراین دوشا جان، این رو من فکر میکنم در یک دو سه یا پنج شیش جلسه نشه صحبت کرد، اما شایسته است که این کار رو بکنیم. حتما. اما در یک نشستی که فعالی میگرفتن از حافظ که من بسیار بسیار مخالفم با این مسئله خرافی، قدرت تسلط یک ایرانی رو بر زبان پارسی که از بیش از 700 سال پیش تا امروز درخشان، تازه، زیبا و لذت بخش باقی مونده، با تفاعلی که آخوند آورده در ذهن ما فرو کرده نیامیزید. سخن حافظ بسیار بسیار بالاتر از فال و نمیدونم خرافات و غیر است. اما در یک نشستی که در یک رادیویی برپا بود و جستارهای راجع به حافظ میشد، بانویی که روزنامه نگارم بود و خب مسلطم بود در بسیاری از مسائل علمی و فرهنگی، ایرادی که گرفت بر شعر حافظ و بر حافظ این بود که حافظ زد و نقیض زیاد گفته. خب گویندم گفت بله بله بله، این یک اشکاله. اشکالی سعیز من، مغز در حال تکامله. مغز از زمان شما اون اندیشه هایی که در 10 سالگی داشتید در 40 سالگی ندارید. آفرین. اون اندیشه هایی که در 40 سالگی دارید در 80 سالگی ندارید. آفرین. این تکامل مغزی حافظ بوده، پایبند نشده به اون چیزی که عمه جوز بهش گفته در مکتب خانه. حالا من برای شما نمونه هایی میارم تا ببینید که چجور این مرد، این رند، واقعا رند بی نظیر تاریخ ادب ایران، پایبند هیچی نمی شده. می رفته تجربه می کرده، می دیده، به اوجم می رسیده، ولی می دیده این اونی که اون خودش می خواد نیست و می رفته به جای دیگه. به تکامل روی آورده بوده. مسلمه که باید اشعار حافظ ضد و نقیض باشه، چون در سالهای گوناگونی گفته شده. حافظ رو بررسی که بکنیم می بینیم اول میرسیم به حافظ خوشگندیش و متعصب و پیرو دین پدری. بچه بوده، چشم گشوده توی خانواده شیعه، آرام آرام بزرگ شده، یک استعداد عجیب خدادادی خداوند بهش داده بوده. پدرش این رو 7-8-10 سالگی میذاردش قرآن یاد بگیره، کاری که همه میکردن. این رفته بود در اون مکتب خانه به فراگیری قرآن پرداخت و از هر استادی در این زمینه روایتی آموخ. به این نیست که میگن قرآن رو با 14 روایت میدونست. بعد تمام شعراش هم که شما نگاه میکنین بوی شیعه خشک خشک میده. برای تو یکی دو نمونه میخونم. میگه حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. این معلوم بودی بچه کاری نداشته جز این که بره قرآن بخونه و درسشو پس بده. حالا
به 16 17 18 سالگی تا 20 سالگی دارای این اندیشه بوده. بعد یه جای دیگه باز در شعر دیگه میگه گفتم که لبت، گفت لبت لبم آب حیات. حالا شده 17 18 سال، خب مرد داره میشه دیگه، میره به طرف جنس مخالف کرده. بله. گفتم دهنت، گفت زهی حب نبات. گفتم سخن تو، گفت حافظ گفته شادی همه لطیف گویان صلوات. آخونده، هنوز آخونده، هنوز برای این کار صلوات میفرسه. یا باز در همین بین 10 تا 20 سالگی میگه هیچ حافظ نکند در خم محراب فلک این تنعم که من از دولت قرآن کردم. باز نمونه دیگه براتون میگم، میگه مردی ز کننده در خیبر پرس. چون میگن علی در خیبر رو گرفت یه سره بلند که قهرمان و وزن برداری هم بوده. حافظ در اون سنه هنوز در تار و پود افکار شیعه است، خانوادگی. بله. میگه مردی ز همون دین پدری رو داره الان. مردی ز کننده در خیبر پرس، اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. خواجه قنبر علی بوده، همه داره از راجب علی میگه. گر طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر پرس. میگن در بهشت اون اول چیز علی نشسته سر حوض کوثر، هر کی که وارد بشه تا اون یه جامی از اون ساقی حوض کوثر نخوره نمیتونه بره تو بهشت. این همه اینا نشون میده این یه شیعه متعصب بوده. حالا بعد میشه 20 سالشه، حالا اندک اندک چشم و گوشش باز میشه، روشن میشه، رفته رفته شریعت رو ول میکنه. شریعت یعنی اون چیزی که شارع میگه، یعنی اون چیزی که پیامبر میگه، اون چیزی که بهش میگن شارع حق. که از طرف شریعت خلاصه به دین خشک میگن شریعت، شریعت اسلام. حافظ میگه سبا به لطف بگو، رسید با جنس مخالف دیگه. بله. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. رفت تو عشق. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیاه چشم ماه سیما را. یه جای دیگه میگه ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیمندام را. صبر کن حافظ، صبر کن حافظ به سختی، روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را. به خودش مژده میده که کام دل رو از معشوق میگیره. یا با جای میگه، میگه گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز، بس طور عجب نیست، بعد بس طور عجب لازم ایام شباب است. بعد طور عجب لازم ایام شباب. میگه تعجب نکن، 7-8 سالگی اصلا شد. این در ایام شباب عادیه که آدم دگرگون میشه. من تا دور جوانی رو تا 30 سالگی حافظ رو در اینجا براتون گفتم، رشته کلام رو میدم به مهدی جان، ایشون شعرشو بخونن، دنباله سخن رو که چگونه بر میگرده و تحول پیدا میکنه تا میرسه به میترائیس براتون همین تو این برنامه خواهم کن. صاحب یه بیتی داره که من فراموش کردم متاسفانه در ذهنم. مضمونش اینه که شعر حافظ انتخاب ندارد، یعنی همطور که گوته گفته مطلع و میان و مقطع همه غزل ها اصلا همه شاه بیته. غزلی که من حضورتون خواهم خواند غزل معروفتری است که در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی خرق جایی گروه باده و دفتر جایی. اگر یادتون باشه اونهایی که شنیدن در دیدارهای پیشین راجع به انواع شعر که سخن گفتیم و آقای دکتر انقطاع راجع به تضمین به خصوص شرح مفصلی دادن، تضمین اینه که یک بیت از یک شاعر انتخاب میشه، از یک غزلش انتخاب که شد سه مصرع به اون غزل
افزوده میشه، میشه تضمین. باز زد راه دلم چشم سبو پیمایی، شوخ شیرین دهنی شاهد گلسیمایی، زیر این گنبد مینا منم و مینایی، در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی، خرقه جایی، گروه باده و دفتر جایی، آسمان آینه و آینه داری دارد، کوکب و کوکبه و نقش و نگاری دارد، خاطرم دغدغه خاطر یاری دارد، دل که آیینه شاهیست غباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن رایی. زاهدم گفت که با مردم میخواره مجوش، می ز هر کس مستان، باده ز هر جام منوش. راست می گفت از آن رو که منش دارم راست می گفت از آن رو که منش دارم گوش، کردم توبه به دست صنمی باده فروش، که دیگر می نخورم بی رخ بزم آرایی. ای دلم چون سرگی سوی تو در تاب و شکنج، قصه عشق همون قصه دست است و ترنج، ضرب معیار و محک گیر به خرسنگ مسنج، نرگس ارلاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نا ببخشید، نرگس ار لاف زد از شیوه چشم تو مرنج، نروند اهل نظر از پی نابینایی. سخن عشق نه حرفی است که آید به میان، سخن عشق نه حرفی است که آید به بیان، کین فسونی است فراتر ز خیال و ز گمان، کو کسی تا که برد راه به اسرار نهان، سر این نکته مگر شمع برآرد به زبان، ورنه پروانه ندارد ز سخن پروایی. ای خوشون رند کم صحبت او خم و سبوست، همچون تاک که پیوسته لبش بر لب جوست، ساغر و جام نه در خورد من عربده جوست، کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست، گشت هر گوشه ز چشم از غم دل دریایی. گیرم از پای در افتادم و رفتم از دست، رفتن از دست به راه دل و دلدار خوش است، پند و هوشیار ندارد اثری در سر مست، سخن غیر مگو با من معشوق پرست، کزوه و جام میم نیست به کس پروایی. گوهر عمر گران است مده از کف مفت، گوهر عمر گران است مده از کف مفت، بر سر اون که فلان شیخ چه گفت و چه نگفت، فارغ از کعبه و بتخانه چه درها می سفت، این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت، بر در میکده ای با دف و نی ترسایی. کین چه تردید و یقین است که حافظ دارد، وین چه آیین و چه دین است که حافظ دارد، دین و آیین نه چنین است که حافظ دارد، گر مسلمانی
از این است که حافظ دارد، وای اگر از پی امروز بود فردایی. چقدر زیبا تضمین شده بود، سپاسگزارم. و خب به نظر من جز کسی در قدرت شعری تو نمیتونه بیاد به ایست هم پای فلان. سپاسگزارم. خب حالا دیگه حافظ رسیده به 30 سالگی، بین 20 تا 30 سالگی شاهد بازی شو داره میکنه، میگه گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. ببینید یعنی دیگه اوج آرزوش بوده. اما اندک اندک به 30 سالگی که میرسه مغزش پخته تر و پخته تر میشه، به ریشه معنویت نگاه میکنه، نگاه میکنه ببینه اصلا دین ها برای چی اومدن، برای دولار راست شدن و نماز خوندن، برای سربریدن و یا الله گفتن، برای چی اومدن؟ اومدن برای معنویت، نه معنویتی که خمینی میخواست درست کنه و به این پلیدکاری کشید. اومدن روح رو پاک کنن و هر چیزی که باعث پاک شدن روح نشه اون دیگه دین نیست، اون خدایی نیست. حافظ به این مرتبه میرسه و از خوشگندیشی دینی یواش یواش میره به روی معرفت روانی و عرفان و حرفای بودار میزنه. یواش یواش نشون میده جنجالی در مغزش برپاست، میگه ترسم به روز حشر انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. دیگه اینجا آخونده رو آورده همراه رند شرابخوار خودش کرده، کشیدش پایین، گفت حالا حالا باید میام. بعد یه جای دیگه میگه به راه مدرسه تا چند نشینی حافظ. مدرسه اصولا به آموزشگاه‌های مذهبی میگن، مثل مدرسه فیضیه، مدرسه مروی، به آموزشگاه‌های مذهبی میگفتن مدرسه. حافظ میگه به راه مدرسه تا چند نشینی حافظ، خیز تا از در میخانه گشایش طلبیم. بیا بریم طرف میخونه، کجا نشستید؟ ببینید یواش یواش داره عصیان میکنه. بعد میرسیم از 30 به بعد عارف و درویشی، عارف و درویش بودن. اینجا شما ببینید میره درویش میشه. البته در این زمینه درویش شدن، درویش شدن حافظ هم با بقیه فرق داشته. یک، هیچگاه پیر برای خودش انتخاب نکرد، هیچگاه پیر، و همیشه خودش بود، درویش شده بود ولی خودش بود. بعد 2 سال بیشتر در میان درویشان زندگی نکرد، از اونجا اومد. بعد چنان به اینا تاخت، چنان اینا رو زیر و رو کرد که اصلا هیچ آدم بیدینی هم این کار رو نمی کرد. حالا من یکی دو نمونه ازش میگم. میگه نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. پاک خط بطلان کشیدن. در جای دیگه میگه ز زهد خام که انکار میکند می و جام، پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد. میگه اینی که بر می و جام ایراد میگیره، انکار میکنه، اگه بیاد جام می خام رو بخوره اون وقت پخته میشه، میفهمه یعنی چی. بعد میگه گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود. میگه گرچه گران میاد بر زاهد شهر، گرچه بر زاهد شهر یا واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. اول باید حقه باز باشه، دروغگو باشه، سالوس باشه، تا تازه مسلمان باشه، بعد حجت الاسلام بشه. یعنی دیگه چیزی قرار بر اینا باقی نگذاشت. ببینید حالا شده درویش دیگه. میگه روزه خلد برین خلوت درویشان است. میگه اصلا خود بهشته، خلوت درویشان خود بهشت. مایه محتشمی خدمت درویشان است، از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان. همیشه درویش،
اومده خیال کرده به معنویت است، خیال کرده از شریعت اومده به طریقت پرداخته، حالا رسیده به جایی که عرفان رو میفهمه، فکر کرده. باز در همین زمینه میگه قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. گفتم حافظ 2 سال در سلک درویشان موند و بعد اومد بیرون. چرا اومد بیرون؟ دید هرچی از حق بازیه، دید هرچی از سالوس، ریاست، نیرنگ، دروغه. وقت میگه اینجا دیگه جوش میاره، به قول معروف اندیشه ناآرامش میبینه، به هر جا میرسه سر میخوره و میره دنبال یه ریشه اصلی. میگه از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. کجا برم؟ حقیقت رو کجا میتونم بدم؟ اینم درویشام. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرمن سالوس و کرامت برخواد. خرمن سالوس و کرامت آتش گرفته. اینجا من یه توضیح بدم راجع به خرمن. یکی از دوستان بسیار ارجمندم که بسیارم دانشوره، خرمن میخونه مرتب. این واژه خرمنه، خرمن من اون واحد وزنه، وقتی خیلی باشه میگن خرخن یعنی بزرگ، خرمن نیست، خرمنه. اینجا هم حافظ همین رو میگه، میگه آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت. آتش زهد و ریا، به چقدر زیبا میگه، میگه این دوتا زهد رو بذار بغل ریا، همین کاری که ملاها دارن بدون استثناء همشون کردن، زهد زهد رو نشون دادن، ریا رو پشت پرده بودن. حافظ میگه آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت، پدر دین رو درآوردن. حافظ این خرقه پشمینه بیاندازو برو، از درویشام داره میاد بیرون. بعد میگه بیفشان زلف و صوفی را به پابازی و رقص آور، که از هر رقعه دلقش هزاران بت بیفشانی. میگه توی همیتون که میرقصه برای شما، همینطور از آستینش داره بت میریزه. بت سازن، بت پرستن، دنباله امام میسازن، جانشین خدا میسازن و از همین یاوه هایی که گفته میشه. باز آتش گرفته، میخواد از این چیز صوفیان بیاد بیرون. میگه بوی یک رنگی از این نقش نمی آید، خیز دلق آلوده صوفی به می ناب بشور. با می بشور اینو، این آلوده است، به جای آب کور با می بشور. در بعد روشو میکنه به درویشا، میگه شرمتان باد، شرمتان باد ز پشمینه آلوده خیش، گر به این فضل و کرم نام کرامات نهید. به اینا میگید کرامات. و 5، حافظ میترائیس رو میشناسه، میره به دنبال ریشه عرفان، میبینه ریشه این عرفان، عرفان ایرانیه. 40 سالگی به بعد میگه بشارت ده به کوی می فروشان، که حافظ توبه از زهد و ریا کرد. بعد وقتی ریشه درخت عرفان رو پیدا میکنه، یعنی کیش مهر رو میشناسه، میبینه که عرفان از کیش مهر آب میخوره. خیلی جالب میگه، اولا از ترس آخوندها مهر و عشق، بعض وقتا مهر میگفته بعض وقتا عشق میگفته، اذیتش میکردن، فهمیده بودن میترائیس شده. میگه بر دلم گرد ستم هاست، اذیتش میکردن، خدایا مپسند که مکدر شود آینه مهرآیینم. به صراحت توی غزلش میگه مهرآیین. اینجا میگه عشقت، عشقت رسد به فریاد. عشق یعنی چی؟ یعنی مهر. وقتی که عشق یه حالته، وقتی جلوش معشوق نیست بدونید اسم ذاته، یعنی اسم معناست و اون کیش مهره. میگه عشقت رسد به فریاد، ور خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. اصلا زد زیر قرآن، گفت فقط میتونی بری مهری بشی،
اگه مهر به فریادت نرسه، حافظم که باشی با 14 روایت قرآن رو بدونی هیچ کاری نمیتونی بکنی. میگه قسمت حوالتم به خرابات میکند، که به غلط همه خرابات میخونن، این خراباته. حتی استاد ده خدا در کتاب لغتنامه ده خدا جلوی خرابات که اون نوشته خرابات، جلوش نوشته فارسیه. آخه چطور میشه خرابات؟ خراب که عربیه، الفوتیه جمعش هم که الفوتیه مستری یا جمعش هم که عربیه، چطور این فارسی نوشته؟ برای اینکه این خرابات بوده. در زبان پهلوی ساسانی دالها رو ته میگفتن، آمدن آمتن بوده. بعد از این دالوته ها زیاد دیدنی که ما میگیم الان دیتن بوده، اینم آباد آبات بوده، الف به الف ته. این خراباته، یعنی جایی که خورشید، چون مهرپرستن میترایستا میگفتن خورشید پرستن که مزخرف میگفتن، اونا فقط مهر رو خدای مظهر، یا به قول دوست ارجمندمون مظهر کیش مهر و میترائیس میدونستن. میگه قسمت حوالتم به خرابات میکند، چندان که این چنین شدم و آن چنان شدم. میگه این ور اونور افتادم، ولی این قسمت منو داره میبره به مرکز میترائیستا. زکوی مغان رخ مگردان، زکوی مغان رخ مگردان، که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. مفتاح یعنی کلید. میگه از دیر مغان جای دیگه نرو، اگه میخوای مشکلت گشوده شه برو اونجا، کلید مشکل گشایی اونجا. البته بس کلید آقای روحانی نیست، کلید واقعی بوده. امامزاده نرو، برو بره اونجا. امامزاده منو برگو. حدیث مدرسه و خانقه مگوی، که باز فتاده در سر حافظ هوای میخانه. میگه در گوش من راجع به مدرسه و صومعه نگو. مدرسه گفتم که نمودار شریعت، صومعه نمودار طریقته. میگه اینو از گوشی چیز که من هوای میخانه کردم، حدیث بر من نگو. دلم ز صومعه بگرفت و دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغانو شراب ناب کجاست؟ دنبال دیر مقام میگرده، میترائیس شده. تا آخر عمر هم همش به پیر مقام احترام کرد و همیشه گفت دیر مقام خرابات و چیز عشق یا مهر که همون میترائیسته. سپاسگزارم از پرحرفی. خواهش من لذت بردم. فقط یک دو تا یادداشت اینجا کردم که به، البته شما میدونین نارو، چیزی نیست که ندونین. نخست این که ترسم که صرفه ای نبرد روز رستخیز، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. اوکی. دو دیگر این که مدرسه تکلیفش معلوم شد، مثل همین مدارس فیضیه و اصفهان و کوچون، از قدیم مدرسه نبود. هر جا حافظ از دفتر سخن گفته منظور کتاب دینی است. بشو دفتر اگر همدرس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. این نکته رو خواستم عرض کنم. خب به من پروانه خواندن شعر دیگری میدین. پنج دقیقه وقت داریم، اونم مال شما. بسیار. حافظ میفرماید روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. من این غزل رو تضمین کردم، تا اونجایی که میرسم میخوانم. نه میخونی میرسید، کاملا میرسید. راه بکشای و مرا زین ستم آباد ببر، خبر مرغ گرفتار به صیاد ببر. غمزه فرمای و غم از خاطر ناشاد ببر، روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان گو همه را باد ببر. نیست ما را غم رسوایی و شیدائی ها، چه کند اون که در افتاد به گرداب بلا. عشق تا روی نمود
آب گذشت از سر ما، ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. تا کی از خاک گل و سبزه بروید هیهات، ابر گرد از رخ گلبرگ بشوید هیهات، زان لب لعل چه کس کام بجوید هیهات، زان لب لعل چه کس کام بجوید هیهات، زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات، ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. تا چو خورشید نسوزی به ضیایی نرسی، تا دلت صاف نگردد به صفایی نرسی، تا ندا در ندهی خود به ندایی نرسی، سعی نابرده در این راه به جایی نرسی، مزد اگر می طلبی طاعت استاد ببر. گویدم دوست که با غمزه و نازت بکشم، ناز فرمایم و در کار نیازت بکشم، می کنم زنده 200 بار که بازت بکشم، دوش می گفت به مژگان درازت بکشم، یارب از خاطرش اندیشه بیداد ببر. تا بسوزیم به جان داغ شرربار بده، هرچه بیداد به این صید گرفتار بده، آنچه آزار توانی به من زار بده، روز مرگم نفسی وعده دیدار بده، وانگهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر. تا بود رطل گران، تا بود رطل گران بار که باقی سهل است، فرصت درد کشان باد که باقی سهل است، دل بی پیر جوان باد که باقی سهل است، دولت پیر مغان باد که باقی سهل است، دیگری گو برو و نام من از یاد ببر. گرچه زیباست تمنای لب لعل نگار، خاصه گر دست دهد جام می و بوس و کنار، نیست در طاقت گل این همه زاری ز هزار، حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار، برو از درگهش این ناله و فریاد ببر. با درود که اندکی طولانی شد، خواهش میکنم. من برای اینکه ثابت کنم اون خرابات درسته، چند شعر از عراقی دیدم در اینجا، میگه دیدی چون من خرابی افتاده در خرابات، فارغ شده ز مسجد و از لذت مناجات. ببینید مناجات با خرابات همسنگه، هم قافی است، این نمیتونه چیز باشه. بعد یه جای دیگه میگه در باخته دل و دین، مفلس بمانده مسکین، افتاده خار و غمگین در گوشه خرابات. همه اینجا خرابات با مناجات و با خرافات و اینا جور در اومده. بله دوست عزیزم آقای سپر مرتب میزنه که پایان که آخرین سخن این است که حافظ میگه اکثر مهر رو عشق میگه، میگه من این حروف نوشتم آفرین چنان که غیر نداند، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی. میگه ما اتس آخونده و چیزا رو نمینویسیم. به هر روی با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، با سپاس از نوشای ارجمند گرامی که فراخوانی من رو پاسخ داد، و از همه بالاتر با سپاس از مهندس سپهر ارجمند در اتاق فرمان که به ما 3 دقیقه وقت اضافه مرحمت کرد. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.